بپر پایین آخر خطه. یه دفعه گفتم من به آخر خط کاری ندارم. این خیابون خوش اخلاق نمیدونی کجاست؟ اوهو بابا کجای کاری؟ راست شکمتو میگیری جلو، اون وقت میرسی به همده، همونجا خالیش میکنی. دست شما درد نکنه، خدا حافظ خوام. آخه داداش تو چه سورچی هستی که خیابون خوش اخلاق نمیدونی کجا؟ اولندش من سورچی نیستم و رانندم. دوبامندش هنی دار دادی میخوایی تا تو خونتونم برسونمه. آخه برادر مگه من کاغذ پستم که میخوام رو برسونی؟ تو ما رو سر خیابونی که گفتم برسون، بقیهش میشکشه. خلاصه میدونی بورس اول تموم شد، تا سر کشور نکنی فایده نداره. مگه پول علف خرسه؟ خرسه بچی تو شهر باید پول خرج کنی تا یاد بگیری. تو خرج کن ما یاد میگیری. آش شما رو پایی جارنا برش شما رو پایی. چرا هم چی میکنی؟ با شوخی کردم پنج دار بیشتر توی حرفاره. داداش بزن بریم نوکرتم آقایی. چنگم بیافتی یه پولی ازت در بیارم که خودت حس کنی. بس سب کنم بابا هونه من بلند شدی که بابا پام درد گره دو بلند شده اصلا مریضی خود چی میزنی؟ خواستم خواب بیدارت کنم اینجوری بیدار میکنم. خدا بیامرز زنم تو خونمون منو اینجوری از خواب بیدار میکرد. ده دفعه بهت گفتم ای من اذیت میکنم. آشا بابا تو هم با این شرکتمون
تو روزی 6 دفعه شرکت به هم میزنی و ما رو اخراج میکنی. الحمدلله جفتمون از شرکت اخراج کردن، تو هم ما رو از شرکت خودمون بیرون کن. اصلا رئیس کیه؟ رئیس؟ تو معاون کیه؟ من رئیس بزرگتری یا معاون؟ از نظر وز رئیس همین؟ پس مخ چی؟ مخ؟ اختیار میخوام معلومه دیگه. من آره تو بمیری، همین مخ بود که یه ماه آزگاره داره ما رو بیکار میگردونه. بح بابا رو را برم. نهار رئیس شرکتو کی خورد؟ من. کی جلوی پنکه مرتب چرت میزد و خواب بود؟ من. کی پای تلفن به خانم رئیس شرکت فوش داد؟ من. درد بابام و من، همین منمنها کرده زد من مختو کرده نیم من. خب تو که مخ شده زد منو اینقدر دمم مخ میزنی؟ تو این نبودی که پول میگرفتی خرید کنی پولا رو میکشتی بالا میمدی میگفتی گم شد؟ آره. تو نبودی دنبال دختر رو افتادی بعد گندش بالا اومد که دختر رئیس شرکته؟ آره. تو نبودی که سر به سر ماشین نویسی میذاشتی؟ خب آره. آره واجد پاره بخوره تو اون سرت. وای خرج رفت. بگم یکی دیگم بیاد. نه میگم که تو که اینقدر داد زود مستجاب میشه بیچاره، اقلا چرا دعا نمی کنی خودمون از این بیچارگی نجات پیدا کنی؟ راست میگه سب کن چه خر خدایا منو خیدم آه منو من مدادم سب کن هنو که شروع نشده بذار اول دار خودم بکنم بعد نوبت تو خدایا من باز میگه منو همینجوری رئیسی برو بلا حالا بگو اجان یه پراجر دیگه کارشو بکنه نه داداش ما اصلا نخواستیم نگاه یارو من جون را چه زنت کنم بزن بریم که من دلم از گشتگی داره ضعف میگیره برو بریم که مال منم داره میگیره
سلامتی خونه پنجمی. سلامتی باری بله. سلام علیکم. بفرمی چرا شیر مردم میخوری؟ یکی خیلی پدرش گذاشت جلو من، منم خوردم. قلعه چردی خوردی؟ حالا یه شیر خوردنی بودشون میرم گرم پشت بیاد کنم دوست متبرده. ببینم آقا چه خبر میشده؟ هیچی شیر مردم خورده میگه خیراتی. اقلا ما میگفتی به سلامتی ها میخوردی. راست بگی؟ بله. چی؟ هیچی بابا مرد حسابی خجالت نمیکشی؟ واسه چی؟ آقا تو روز رو کنم دوزگی کنی خاک بسته. دوزگی چیه؟ منم مثل شما یه شش شیر خوردم دیگه یه همچنگره نداره. ببینم حالا راستی خوردی؟ اگه شوخی هم داریم حالا خوردم. خب نشه جونه نشه جونه. بله دیگه خب حالا که خورده نشه جونه. ببینم نکنه شما هم همکاری نستی؟ نه بابا. بکنی نوکر بیشور چیز کجا اومد؟
خیال میکنی من بلد نیستم؟ خیلی خوب. بگیر. آه. چطوری؟ اینا میگه. مگه این مال تو نیست؟ چرا؟ پس بفر. بفرمایید اینم بخاری. اگه بخاری رو بندازی هر چی دست داری خورد میکنم. میبخوری عزیزه. آها کوزه نازنینه. چه شکستنی میگیرم؟ خوب میکنم. پنکم جز چشمته بفرما. اینم پنکه اینم رادیوت بفرمایید. میگم که مثل اینکه بارون بند اومد. نه بود داره لفت و شگشون جمع میکنه. زندگی رو به ما حرام کرده. مردش رو این زندگی رو ببرم. حالا میفهمم پدرم راست میگفت و حق داشت. اینقدر پدرم نکن. البته که میکنم. احمق به خاطر تو به همه اونا پشت پا زدم. یک ساله که رنگ فامیلامو ندیدم. خیلی خوب، حالا میتونی بری همه شونو ببینی. بله معلومه. بله دیگه حق داری. تو این مدت مثل یک کلفت برات کار کردم. گشنگی کشیدم، پدرم در اومده، حالا اینی دست مزدم. مگه من اومدم عقب تو؟ تو نمیمدی دم دانشگاه دنبال من. وای نه بابا، پس کی بود اون نامه ها رو بر من مینوشت؟ کی بود که میگفت دیگه لازم نیست بریده؟ هر دومون تحصیلمون تموم میشه، من مهندس میشم، با هم کار میکنیم، سعادتمند میشیم. مگه دروغ گفتم؟ مگه مهندس نشدم؟ مگه خوشبخت نشدیم؟ مگه زندگی تشکیل ندادیم؟ زندگی؟ بیچاره تو که الان نصف زندگی تو خیابونه. خوب کردم، مال خودم بود. چی داشتی که مال خودت بود؟ دو تا کوزه گلی، سه تا بشقاب، عوضش هزار تا کتاب. همونی که تو نداشتی. دیدم بابات بهت چقدر جهاز داد. منم دیدم که مادرت چقدر بهت کمک کرد. من احتیاجی به کمک مادرم ندارم، من یه مردم. منم نه تنها احتیاج به کمک پدرم ندارم، بلکه به تو هم دیگه احتیاجی ندارم. بله میرم کار میکنم، پول در میارم. غلط کردی. تا زمانی که زن من هستی حق نداری جای کار کنی. زن تو؟ من دیگه غلط میکنم یه شب تو خونه تو بمونم. جدی میگی؟ بله خیلی هم جدی. بیچاره تو خودت نون نداری بخوری. کفر منو بالا نیار، بس کن دیگه زن. مثلا کفرت بالا بیاد چی کار میکنی؟ میبرم طلاقت میدم. این که تازگی نداره. الان یه سال نیست که ما با هم زندگی میکنیم، تو دو دفعه منو بردی طلاق دادی. اون دو دفعه فقط تقصیر تو بود. خیلی خوب تقصیر من بود. اما کی بود میامد معذرت میخواست و التماس میکرد؟ من. خوبی که از روام نمیری، همه کارا رو میکنی با کمال پررویی. میگی من؟ بله بازم میگم من. پس واسه چی منتظری؟ به این دفعه بیفت جلو دیگه. خیال میکنی میترسم؟ نه نمیترسی، اما خوب فکرات کردی؟ این دفعه دیگه نمیتونی بیا التماس زاری بکنی. یا من گریه زاری بکنم؟ میدونم که سه طلاق هست. پس میدونی سه طلاق هست؟ بله بله بله. به حالا دیگه کار من به جای رسی که آقا من تهدید میکنم. دوست دارم عشق من. من از روز اول میدونستم همه اینا رو دروغ میگی. آره دروغ میگفتم، حالا چی میگی؟ هیچی. مگه نگفتی خودت میدونی این دفعه سه طلاق هست؟ پس چرا وایسادی؟ یه دلشو نداری؟ من دلشو ندارم؟ بله. پشیمون میشی یا؟ هیچ هم پشیمون نمیشم، تو اصلا مرد نیستی. پس یالا را بیفت بریم. فرما بابا آقای رئیس میفرمه این میارو چی کارشون بکنیم؟ اوه نگاه اومدن. حالا بزرکون میشنستیشون آقا گناه داره. خیال کن همه شکسته بود. شکسته بود؟ اصلا تو چه؟ رئیس باید بیاده باری با این ریاستت خفن کردی. حالا چی میگی؟ اصلا چرا بهشون بدیم؟ ای خدا دیوونه شدم، مردم از دست تو. خدا جونم، مرد، 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 خدا
خدا نجاتم بده دیوونه شد. دیوونه شدی؟ خب این که تازگی نداره، دیوونه بودی. درسته، من نوکرتم، من دیوونه بودم، حالا میگه چی کار کنی؟ راستم میگه چی کار کنی؟ خود تو یه فکر بکن، یه کاری بکن. همش من چاش چاش حالی کنی بری کنی از امضا برای آخرین بار میگویم. حاضرید خانم؟ بله خانم. اگر صیغه طلاق جاری شود، چون دفعه سوم میباشد، بعدا حق رجوع ندارید. ها؟ بله میدونم. بسیار بسیار امضا کن دیگه. پس چرا میترسی؟ دیدی گفتم دلشو نداری؟ آخه منظورتون چی حق رجوع نداریم؟ آها، یعنی این که اگر شما بخواهید با هم آشتی کنید دیگه حق ندارید، مگر به صورت این که شخص دیگری با زن شما ازدواج کند و سپس مطلقه نماید، آنگاه شما می توانید دوباره خانم را به عقد قانونی خود درآورید. همه این حرفا رو شنیدی؟ بله شنیدم. من نگفتی حالا بهت نشون میدم. بیا یالا دیگه. کجا باید امضا کنم؟ اینجا. شما. اگه تو بذاری امرو مثل این که در اقبار به روی ما وا شده. من چندان ستاره نداری. چطور نداری؟ همون ستاره کوله مال کیه؟ اون کجا؟ شبا در میان. واسه همین به من میگفتیم فرار کن که کلک ماستا رو بکنی. جونه تو تا چطور فرار نکنی؟ برو خدا رو شب کن که فراری دادی. بلا تیکه بزرگت میشه خیال کنی. آماما چی میگه؟ من گیتی خیال کردی منم مثل اونا هستم. من سر به زنگا مچی تو بگرفتم. بگیدی حالا جواب اینا رو چی میدی؟ و تو چی بایی ملتوی؟ پس مال کیه مردنی؟ خب بله ما کجا میدونستی؟ تازه چیزی که عوض داره گله نداره. تو شیر بچه بله ما رو خودی ما هر دیگه ندیدیم. تازه کمکت کردی فراری دادی. به شما که دوستر از من شیرهای بچه محلای خودتون رو خوردین. ای؟ خیال میکنین من ندیدم؟ بایی ما تو دوزیم خواهی برسو. بابا ای بلا فقط میتونم بگم رو ببره. حالا چی میگی؟ من جواب اربابم چی بدم؟ اربابت کیه؟ اربابم آقای مهندس جلال خونشم اونجا. اینا را ما خوده بودم. نکنی با هم اینا کار داری. ما شلوغ شدی؟ پس ببینم چه گفتی داشت مرده اومدی؟ آره بزن قدش که خوش اومدی. بچی آره برای این که ما همشهری هستیم. ده؟ آره بابا همشهری هستیم. آره بابا من که من اونجا نهیده بودم این خون. آخه ما دیدیم قیعتی به درد ما نمیخوره. اینه که اومدیم تهرون. حالا اینجا کار میکنیم. چی کار میکنید؟ نکنه شما کشاتو نمیبنده به دست کنه دراز میکنه؟ نه بابا ما کارمند راه پیمایی هستیم. بس ما پول ماست و شیره رو بفرسیم. بریجاست یای کار من پول ماست شیره رو زود پرداخت. چرا تقریم کنم آبا؟ ای چون شما هستی بیست و من بیست و من بیست و من چه جمع دلوش میدیم. چه دخل نداره؟ بیست و من چه تفریف میخوان ندید بدی؟ چرا آبرو کنه؟ چرا هم شهری میماری؟ دستم فراموش کردم کار چه دستی چه قدر نافش بده خوش هم یا چه عقوه هم نمیری اونای بابا تا همین جوری میبخشیدی میدونی داشم راستش اینی که ما هنو حقوق نگیریم من این حرفا رو نمیفهمم پاسمان سوا کنم یا میدید نمکن ببینم من اینجا میگم
هم چه سلامی دونی از بابا رو کارشو بکنی. آخه والا مردمه بابا خودمو میبری میدیم اصابه برو بابا منو باش با چی دارم حرف میزنم بارو کنم میدنم داداش ما پول پله تو کارمون این از بابا رو که میبینی از خونه آوردیم که به پول نزدیکش کنیم تو هر کدوم اینا رو که دلت میخواد بردار اون وقت دست از سر کچل ما بکش آخه اینا که ارزشی نداره آره تو میری اینا رو تو دهتون میریزین دور شما خب حالا که پول ندارین منم مجبورم آره دیگه نه نه نشد داشم نشد یا پنکه یا قابه هست مگه من چونه دارم که شما دارین چونه دارید بس میگه دیگه چیشی رو بس میگه بس صاحب داری بس مرده ببین نوکرتم یه من ماست و یه من شیره مگه پولش چقدر میشه که تو یه پنکه و یه دونه قابه اکس برد تا تو داشم خودتو محصل نکن هیچ چون رد میکنی میاد بعد که رفتی اون وقت میفهمی که یه من ماست چقدر کره داره بریم این ده تومنم واسه گل روی رفیقت دادم بگیر بگو خدا برای کرد خدا برای کرد بره مامان حروم از گلومون پایین نمیره بارو با کن بینم میگه مار حروم از گلومون پایین نمیره با بدا بینم چرا؟ با چی؟ من خودش نگو بس گل روی من دو گل روی تو؟ اون که مدت ها سلسیده من رئیس نیست با چرا؟ به تو عمر میکنم بده من نمیرم یاله خانم آقای کن آقا چی باشن؟ با یاله خانم کار داشتم با یاله خانم کار داشتی؟ بله پینه رو کجا میبری؟ مرد حسابی روز روشن رو دزدی؟ آبا اینا خودش کم بود پامیلش هم اومد ماشالله چه بزرگ شدین آبا دیدی دروغ نمیگم؟ برشی اومدی شهر؟ پدرتون منو فرستاده شما و آقای مهندس جلال رو ببرم بهتون ده اینا چیه؟ اینا رو با شما آوردم من دروغ بگه؟ پسر آدم خوب نیه اینقدر دروغ بگه خانم ما داشتیم اسبابا رو می آوردیم که اون از ما پرسید منزل آقای مهندس جلال کجاست ما هم بهش نشون دادیم گفتیم حالا که میری بالا اینا رو اقلا کمک کن با هم ببریم بالا آره تو چشای من نگاه کن میدم نه بابا چیزی توش نیم دروغ خانومه این دروغ میگه راستشوی رسیق ما بود ما زیر پنجره نشسته بودیم که یهو دیدیم از بابا رو رسیم بیرون ما همه رو جمع کردیم آوردیم و هنامونه بگیریم بله پس از بابا مال خودمونه بله مال خودشونه حالا دیدی داشتم یه من ما چقدر جره میگه یالده دستمان بلش کن بلش کن بزبرم آخه خانم شما که جریان نمیدونین ماز شیره که از دیما شما آورده بودم اینا خوردن بعدش هم اسبابای خودمون رو جای اون بپندرم بری دست شما درد نکنه دو چه ارامی آخه اینا فامیلای حاتم تایی هستن نه خودم انامتون رو میده نباید باش دعوا کنی مگه شما دوستش نداری گرچه الان خودتون گفتین گوشنگی که چیزین عاشقی یادتون رفته من میرم با میکنم بله زل آقای مهندس جلال اینجا بله بگید تشریف بیارم بله خب آقا با شما کار دارم یه نامه از شرکت داریم من خودم هستم اینجا رو امضا کنید Do 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 do
جانم من شما آوردم. ببین جانم مگه دعوای ما سر بیکاری و بیپولی نبود؟ دیگه همه چی تموم شد، وضعمون خوب میشه. با این یتکه کاغذ؟ آره به خدا آره، همش در همین یتکه کاغذ. بگی خودو بخون بریم، دروغ نمیگم. جناب آقای مهندس جلال، ابلاغ این حکم از این تاریخ به سمت سرپرست اداره گیاه شناسی و دامپروری کل شرکت منصوب می شد. نه بابا. خب آقای رئیس، حالا می فرمایید بنده چیکار کنم؟ هیچی، که تو بزن بکش الهی که قربونت برم. من خطلوس نکن، خطلوس نکن، تو دیگه نامحرمی، حق نداری به من دست بزن. چی؟ خانم آقای مهندس نامحرمن؟ تو که نمیدونی امروز صبح چه افتضایی بالا آوردی، تمام اساسی ها رو از پنجره انداخته بیرون. چرا؟ چون یک کلمه بهش گفتم پول نداری. آقا به جای جواب دست منی گرفته برده محضر طلاق دادی. چی؟ طلاق؟ خانم شوخی میکنین؟ نه راست میگه، آخه خودش مقصر بود. به من میگفت تو مرد نیست. خانم گفته مگه تو دست منو نگرفتی کشیدی بردی محضر؟ مگه تو محضر لج نکردی یا امضا کردی؟ لا 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 لا، چه اینطور؟ حالا خانم تازه اگرم راست باشه، به قول قدیمی ها شما با هم حرف زدین و خود به خود رجوع شده. چی رجوع شده؟ این دفعه سومیه که این کارو میکنه. یعنی طلاق میده؟ بله. پس سه طلاق هست؟ بله خانم خودش خواسته. من خواستم؟ نه من، حق با تو. حالا چاره چیه؟ هیچی، تو باید یک کار خیلی انجام بکنی. من؟ از دست من هر کاری بیاد میکنم، جونم و فدای خانم میکنم. پس بیا تو بهت بگم، میپری میری سر خیابون میپرسی محضر کجاست، به سر دفتر میگی یه امر خیریه، ورش میاری میاری اینجا. چشم خودتا یه انام خوبی بزنی. با اجازه ای تو اونو فرستادمش محضر، خودم هم برگشتم از تو معذرت بخوام. بازم؟ آره جان، آخه من تو رو دوست دارم، اگه ده دفعه دیگه هم از تو معذرت بخوام بازم پشیمون نیستم. قبول کن که علت تمام اختلافات ما فقط بیپولی بود، حالا هم که این مشکل حل شد. بیا قول تو همیشه این حرفا رو زدی، من میترسم. نترس، قسم میخورم که این دفعه آخر باشه. سعی میکنم همیشه شوهر خوبی برای تو باشم. تو هم قول میدی؟ بگو جانی. منم قول میدم. آخه بده، آقا منتظره. جون شما اگه شارگ منم بزنین، من به اربابم خیانت نمیکنم. پسر این چه خیانت نیست، این یه عمل شرعیه. من این حرفا رو نمیفهمم. تازه اگر بابام از دبیاد و دستور بده، بازم من این کاره نیستم. چی کاره؟ آخه اینجا کار بدی نیست، خیلی هم دلت بخواد. ما دعاتی ها به ناموسمون خیانت نمی کنی. مگه تو زن داری؟ بله. اچه تو زد دارم. خفم کردی، قبول نمی کنی، میگه موقعی پا. خب چاره ای نداره، باید کسی دیگری پیدا کرد. پیدا کردم. همین دو نفر که شیر دزدی میکردن اسباب را آوردن اینجا. برو بابا، مگه میشه؟ چه غلطی کردن، داره آبرون میره. پسرم جوانیست و هزار پیچ و خم، عیبی نداره. حالا بفرست دنبال همین اینا تا ببینیم چطور میشه. آخه میترسم جاله قبول نکنه. رضایت او را من جلب میکنم. خانم را صدا کنی. جاله ببین آقا چی میگه تا من برگردم. بریم راجب. بیا دخترم اینجا. وقتی به شما میگفتم پشیمان میشید، فریاد میزدید خیر. حالا فهمیدید که ما این ریشه ها را تو آسیاب سفید نکردیم. بیا بنشین تا به شما بگم. بنشین.
بوده هندونه بخور چیه بخور مشتل و قوان خانم و دوستاشون آورد دوستاشون؟ بله آبیت دیگه؟ چند تا مردن و جال خانم با یه زن دیگه یه زن دیگه؟ سلام عربا علیکی سلام مایی سیه بینم تو چنه نگاه بکنی؟ نگاه کن تو تون برو بگو الان آبیت برو ببینم داری میری خونه؟ بله به بابات بگو بیاد بکارش کن بابات نیست رفته شهر رفته شهر؟ بله خب به ننت بگو بیاد اونم رفته ده بالا ده؟ از چرا حرفی به من زدن؟ تنها تنها هستی؟ بله درستن اینجا هم آورمون بره نه دست من اینجا آقا الان تشریف بیار این دست گلی بود که تو با افتادی بود که رجب گرفت آقا در خدا این لغمه تازه اینجا رو ما قبول کرده آوردشون ماف نگو ما اصلا اونو قبولش نداریم دروگ بوده دروگ بوده باز تو حرف زدی باش سید بخورم اگه ما نمی آورده بشون چی کار میکردین بس دیگه مردشون شکم ده ببره خودتونو بگیرید آقا من بابا جون سلام آه دخترم آقا شما همه شما ها به خانه خوش آمدید. برونه کله. به خاطر مهمونات چیزی بهت میگه. بابا جون گذشته گذشته حال بیا با هم آشنا شو. شوهرم مهندس جلال. ایشون هم خیلی خوشحالم که دامادم رو اینجا میبینم. این مادر مهندس جلال. پس پدر جلال خان کجاست؟ پدرش فوت کرده. شما جای پدرش هستید دیگه. تا ببینیم پسرتون چی میگه. من معذرت میخوام بابا میخوام. معذرت چیه دخترم؟ حیف نیست آدم صورت کسی رو بذاره دستش ماش بکنه تازه من که دیگه حالا ازم گذشته اختیار داری یعنی میخواید بگی هنوز جوونم خب بابا حالا بیا با بقیه دوستا آشنا شو نقی پشت نو این مهندس نقی از دوستای صمیمی جلال هستم بله مهندس نقی خوشبختم قربان حالا باش آقای مهندس تقی سلام علیکم نوکرتم خیلی خوشحالم اینجا درست مثل خونه خودتون میمونه باشه پس اگه اجازه بفرمایید ما بریم تمام باغتون رو آقای مهندس بیاید بس حالا بریم ما رو دست کم گرفته رفته تهرون درس بخونه یه هو برداره بیری میسه بابا من میخوام شوهر کنم آخه با کی؟ آخه دوره اینا با دوره ما فرم میکنه منم اول مخالفت میکنم آه دوره شما رو که چرت کنم شما هنوز جوونی حالا باز منو بگی ای بابا فکر میکنی خانم چند سالشونه که میگی دوره شما چرس کنم والا از نظر من اگه مهندس رو ندیده بگیریم 19 سال خب پسرم ای بابا ما میخواییم بریم بگم خیلی خب بفرمی بودا میگم بیا ولشون کن میترسم جمعش در بیار چی چی رو بل کنیم یه ساعته داریم زحمت میکشیم خدا تو بگم به سر خدا این حال دلت بخواد جوابشون کنیم من دیگه دلم از دست تو هیچ چی نمیم مرغای مردم رو کجا ببریم اینا صاحب کردن چی چی رو صاحب دارم ما اینا رو شکار کردیم اونم چه شکار وحشتناکی آره تو میبینی با توفنگ حسن موسی هم زدیشون ببین هنوز در رسیده دارن آبرو منو میبرن خیال کردن اینجا شهره که شیرهای مردم خود انداختن گردن من الان با بیل کرنگ هم دنبال تو میان بگی بده تا آماشون بگی 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 ما همینجا منتظرتی یالله فرار کنید همون پایین منتظر من باشید تا با برگرد خب بزن برید بگی خودشون از تا آبه رو بگرد تو باید بگی دنبالش بگی دولم تا
جد کتک حسابی نیست جوز هزن و رفتن بیا مرگوله دخمان آرگا خیلی خب بیا اینم بود دخمان آرگا بودم اینم باری کنم آیشالا بچه اگه یه دقیقه دیگه دیر فرسیده بودیم آبرومون رفته بود. حالا کجا رفته؟ اون پای منتظر منم. بچه تو رو خود بودیم مواظب شون باش تا ببینیم چی کار میتونیم بکنیم. چش. سلامتی. بریم یه باش. میگم که نکنه این رجای بازم به ما کلک زده باشه. اگه نمیخواستم مرغا رو بش بدم. تقدیر تو بود که دستان گرفتی بش دادی. ما هم که همش بگه شکمتی مرغا رو نمیگم زنت رو میگم جاله نفهمیدم تو چه عقی داری به زن من میگی جاله از چی بگم بگو جاله خانوم بسیار خوب خلاصه اگه این دفعه هم رجب به ما کلک زده باشه یک بلایی سرش بیارم یه پدری ازش در بیارم که تو داستونا بنویسم کدوم داستون؟ داشتم تعریف بهت میکردم تو ببینی یه نوکر داری اونم اینه منم که از اول نوکر داشت رجب بودم خلاصه برین دعا کنین سر به زنگا رسیدم وجدتی که بزرگتو گوشتو بود خلاصه اگه بگیم غلط کردیم بلمون میکنیم اون وقت تازه بیبره به تو سهرا دخترها رو بهتون به جون میدن چی دخترها چی بیدن؟ من یکی قول میدم منم قول میدم پس بدم بریم بریم اونجا نشونت بدم که چطوری پاش خوب میشه بیا بهتر شدید خانم جو بله مرسی دیدید گفتم چیزی نیست بی خود خودت رو ناراحت کرده بودی آه الان خوب میشه سلپه اینو خواهم ما بهتون کمک کنی برای چی؟ چیزه آخه میدونید ژاله خانم ما رو فرستادن عقب شما چی شده؟ بله گفتم اگه آب دستتونه نخورین فوقان تشریف بیارین نمیتونم من چطور شده؟ خلاصه دوز داده با خود چی دوز داده؟ بله وای خدا تو بنده با خود تو بینم نبی کدوم دو آه خاک بر سرت خیلی عالی پس اینایی که گفتین دروغ بود بله ببخش اینا تا ما اومدیم پاتون خوب شده بزرم آقا پس آقای مهندس شاله کجا هستن اونه هاشن دارن میان کجا بابا اینا کیان به جور من انداختیشون بخوای بریم دختره رو بینیم دیگه حالا مگه خودتون نگفتین همه چی دست خانم بزرگه چرا اما اینجوری بابا اینجوری آخه تو باید اول دختره رو ببینی خوب باش حرف بزنی اگه پسندیدیش اون وقت خانم بره جلو میگه بابا من با تو عروسی کردم تو رو دیدم پسندیدم تو رو من نمیخوام دلم درام ببینم آخه چطور اول میتونه دختره رو ببینی من برات درست کردم فردا همینجای امروزی منتظر توست اگه پسندیدیش اون وقت به بابام میگم میریم خواستگاری حال نمیشه امروز برم تو هم خودتو بگیر یا میکنم از این بدی چاقم خب چی کار کنم؟ ناز کن دیگه آخه چه جوری؟ ناز که دیگه جور نداره وقتی با من قهر بودی چی کار میکردی؟ چی کار میکردم؟ حالا فهمیدم خب بعدش چی میشه؟ بعدم یه چیزایی بگو دیگه همونه که روز اول به تو گرم؟ آره اما همش نگیا خب از اول میگفتی اونم مثل تو گولش بزنن دیگه چی؟ پس تو منو گولم زدی؟ چه شانسی دارم نمیدونستم شوخی کردم رجب جون اصلا میدونی چیه من این کارو نمی کنم پس چرا به ژاله خانم قول دادی؟ تو خواستی حالا مثلا اگه من اینجا بشنم با اون حرف بزنم کار تمومه؟ آره دیگه خدایا آخه چی بگم؟ گفتی که مثل من گولش بزن مثلا چرا دیر اومدی دلمو آب کردی خب بعد چطور میشه تو به بعدش کار نداشته باش چطور من کار نداشته باشم تو هم از من پنهون میکنی مگه ژاله خانم همه چی رو واسط نگفت نه گوش کن وقتی این چاقه رو گولش زدی ژاله خانم به باباش میگه اون وقت ولی خانو میفرستن خونه شما خواستگاری اون وقت تو باهاش کشتی میگیری تو دیگه به این کارا کار نداشته باش بقیهش با من
فهمیدی؟ خیالت راحت باشه. یالا تو برو اونجا بشین، منم اینجا قایم بشم. خیلی خوب، اگه زیاد بهش برگیری منم میام جلو ها. یواش برو پایین، یواش خوربونو پای ظریفه. چیزی دروغ نمیگن، ببین از تو زودتر آمده. بابا مثل که گلوش سفت و سخت گیر کردی. پس چرا بایستدی دی برو؟ خودتو بگیر، خیلی جدی برو جلو. دلم داره میزنه یه جوری میشه. نقی ای بچه شخار مادری نگاه میکنی تو برو جلو. تو میگه قول میدم، اونم قول مردونه. کجا؟ چی رو قول میدی؟ مگه میشه دختره تو رو میخواد این بره؟ چه فرم میکنی؟ راست میگه، الان من گفتم، تا چرا میگه ناجه؟ برو نترس، خیلی جدی. خواهد جمعت نکشی ما هم رفتیم، را بیافت. شما بریم، من اینجا آقای مهندس رو میخوام بپام. لازم نکرده بیاد چلو داخل این تفیق کنه بیدرسه. ایوی واسمه رو برکی در صفا قشنگت کرده، کی تو رو قشنگت کرده، چشمشون خوشنگت کرده، چشمشون کرده، کی تو رو عروضت کرده، پیکل ملوضت کرده، برد کرده منچه یه سرخی که میگن لفاته، مرد تو بستم که میگن بالاته، ست تا گرفتار مثل من همراته، ماشق اون هیکل بی همتاته، های های وای وای. کی تو رو با نازت کرده، کی تو رو با نازت کرده، مدفارت یا نازت کرده، مدفارت یا نازت کرده، کی تو رو عزیزت کرده، کی تو رو عزیزت کرده، دسته تمیزت کرده، تو دسته تمیزت کرده، کی تو رو نگارت کرده، کی تو رو نگارت کرده، چشمای خمارت کرده، چشمای خمارت کرده، گنچه یه سرخی که میگن لفاته، ضرب تو بستون که میگن بالاته، دست تو گرفتار مثل من همراته، عاشق اون هیکل بی همتاته، های های وای وای. کی تو رو گلابت کرده؟ تو گلابت کرده؟ حتی بی حسابت کرده؟ تو حتی بی حسابت کرده؟ یار خوشگله؟ یار مقبوله؟ یار ناز داره؟ آواز داره؟ یار دلبره؟ نیلوفره؟ کی تو قشنگت کرده؟ کی تو قشنگت کرده؟ چشمشون خوشنگت کرده؟ تو چشمشون خوشنگت کرده؟ کی تو عروضت کرده؟ کی تو عروضت کرده؟ هیکل ملوزت کرده، با هیکل ملوزت کرده. این خوب بود؟ آره خوب بود، اما پس چرا ما دیر اومدی؟ دلمو آب کردی. وای خدا منو بکشی. انشالله. این چه حرفیه؟ آقا داری اینجا منتظرت گشتم، دلتو آب کردم. عیبی نداره. شما آمدین اینجا چی کار کنیم؟ اومدیم گردش کنیم. خب تو شهر چی کار میکنیم؟ تو شهر؟ را میرم دیگه، یعنی مرتب کار دارم، شیرهای مردم رو مصرف میکنیم، نظافت میکنیم، گردگیری میکنیم، خواهد تو سرمون میکنیم. همه این کارها رو تو خودت میکنی؟ نه من رئیسم، معاونم میکنه. خب دیگه بگو. دیگه چی بگم؟ بگو. من تو رو دوست دارم.
پس اگه راست میگی چرا دیروز دنبال اون دخترم میدویدی؟ من که دنبال اون دختره نمیدویدم، رفیقم میدوید. من دنبال رفیقم میدویدم. رجب با تو صحبت نکردی؟ چرا، همه چی رو بهم گفتی؟ گفت که تو هم من دوستم داری. پس حاضر شدی کشتی بگیری؟ من غلط میکنم با تو کشتی بگیرم، من تو رو نازت میکنم. با من نه. بس با کی؟ پس رجب به تو نگفته. آخه رسم دل ما اینه که هر کی میخواد زن بگیره باید با خواستگارای دیگه کشتی بگیره. کشتی بگیره؟ خب آره دیگه، اگه منو دوستم داری و راست میگه باید با همه اونا کشتی بگیری. همین رو من چند نفره؟ هنوز که معلوم نیست، اگه کسی بود لاول نمیشی نگیرم. پس میترس؟ من از مرد ترسو خوشم نمیام. بری نگاه کن، من نمیترسم، بیا داغونشون بکنم. پس برو به ژاله خانم بگو که حاضری کشتی بگیری. چش، همین الان بره؟ آره دیگه، تو برو بگو اونا خودشون ترتیب خواستگاری رو میدن. گفتی الانه بره؟ آره. الان میرم کشتی بگیرم، کشتی بگیرم. کوزه آب و گذاشتی رو شونت، بیا خونه من خانمی کن. دلت میخواد کمکت کنم؟ نوکر نمیخواد؟ بگو ده حرف بزن. اخ جون بزن با کاش. قربونت برم. قربون ملت برم؟ حرفا بگم پیاره که در میرم. نه مرده، قربون تو میرم. ببین ببین اینا بیا چیه؟ اوی خدایا بدادم همش. چیه چقدر داری؟ بهش میگم بده، من واسه بیارم نمیده. تو قلق کردی؟ بردون شو آقا میدم قدیم شما ببرم چیشو؟ بعد میفهم من میفهم تو کمکش کنی؟ خرد نشو، قدی دوتایی با هم کمک میکنی. آه یه چیزی بری. نگاه کن آتقی گوش کن بیدین چی میشه. شنو خوش نکن. اینو من خود نکنم باختم. آه میدیم از خود بیدیم. من ناموس مردم رو نه، ما چیزه، ما میخواستیم چیزش کنیم. تو غلط کردی، غلط کردی. باشه حالا خیال نکنی و ما کشتی میگیرم داغونی شدیم. همه آتقی بود به حرصت هم بیرم. باید کمک را یک گلو بایی با طرف ها بیرم و یه اتفاق طرف ها بیرم برای بیرم نمیشه الله تا اگه پاشو تو این خونه بذاره قلمای پاشو خورد بکنم. چرا از اول به ما نگفتی؟ تقصیر منه. نه تقصیر من بود دادم. تو غلط کردی آقای مهندس نقی. به منم گفتن دکتر. پس به شما دروغ گفتم؟ شیطون میگه هرچی بذار. لا اله الا الله. خودتون ناراحت نکنی، من از شما بیشتر عصبانی شده بودم. اما چاره چیه؟ دیگه چاره ای نداشتیم، واسه همین آوردیمش اینجا که تو شهر آبرومون نره. پس آوردین اینجا که آبروی من بره؟ پدر، هیچ کس نمیدونه. اگه شما موافقت کنیم ما میتونیم نقشه‌ای که چیدیم عملیش کنیم. چه نقشه‌ای؟ آخه اون خیال میکرد اینجا دختر ریخته، پاشو توی کفش کرد، گفت یه دختر بدین تا جالا رو طلاق بدم. آه رجب هم گفت اینش با من اونجا درستش میکنم. خب حالا رجب درست کنه دیگه، منتظر چیه؟ من و رجب یه کارایی کردیم. نفهمیدم تو و رجب یه کارایی کردی؟ مثلا چیکار کردی؟ هیچی، جریان واسه گلی نامزد رجب گفتیم و اون حاضر شده کمک کنه. چه جوری کمک بکنه؟ خلاصه پدر قرار گذاشتیم خودشون یک دل نه صد دل عاشق اون نشون بده. الان تو سرا داره گولش میزنه. خب بعد چی؟ بعد وقتی گولی خوب گولش زد وادارش میکنیم بیاد پیش شما و از شما خواهش کنه واسش خواستگاری کنی. راست به این ده رو میدونه؟ قرار گولی بهش بده. پدر فقط شما باید به ما کمک کنی. آخه چه کمکی؟ یکی از جایتا رو یواشکی ببینین و به اون سفارش کنین خودشو داوطلب نامزدی گولی بکنین. وقتی داوطلب شد اون وقت باید باهاش کشتی بگیره و مخصوصا بخوره زمین. هیچ نمیفهمم چرا. تازه پس عجب چی؟ این آقای مهندس قلابی وقتی یارو رو زد زمین دیگه خیال میکنه گولی مال اونه. من از این فرصت استفاده میکنم و نقشه اصلیمون رو اجرا میکنم. ببینم دخترم، همه این حرفا رو رفتی تو شهر یاد گرفتی؟ پدر اومدن، بقیه رو بعد براتون میگم. شما هم دیروتون نیارین که جریانو میگم. من که نشم، من به خدا
سلام علیک. سلام علیک. چی شده؟ چی داری من نامزد بازی شده؟ نامزد بازی؟ با همین ری؟ بله. جون شما آقا اگه جلوشو نگرفته بودم هفتش ده نفر رو سر این دختره لطو پار کرده بود. ببینم خودش تنهایی؟ بله. مگه چی کار کردیم؟ این چه ریختیه؟ گلی باز تو هر زدی؟ جون شما آقا از عشق این دختره خودشو به این روز انداخته. خب حالا بگو ببینم دختره رو خیلی دوستش داری آقای مهنده؟ بله. رسم این ده رو میدونی چیه؟ بله. پس حاضری با رقیبای دیگه خودت کشتی بگیری؟ بله. زاغ نبوتو بله، همش میگه بله. بعد چی بگم؟ خیلی به خودت اطمینان داری آقای مهنده. من نشنیدیم مگه چی گفت؟ از بشتشونو با همین بازوهای خودم خواهوندم زمین جلو دست زمین چی ساخته؟ این چیه؟ نه ماشاءالله خیلی سفته، درست مثل روت میمونه. آقای مهندس و تقیی جفتشون تو یه زورخونه ورزش کردن. آه پسر دیون فکراتو بکن، زمین خوردی لباس شیطونی تنت میکنن. چی؟ رفیق ما زمین بخوره؟ من که توده شما از اینجور آدم ها سراغ ندارم. شیر جیان باشه پشتشو خاک برسونه. حتما برم ترتیب کارها رو بنام. بفرمی بقیهشم با بازگاهی من با اجازه شما عبا شروع کنیم. اما میدونین که توی دی ما رست بر اینه که یه دختر میتونه چند تا خواستگار داشته باشه. خواستگار ها باید با هم کشتی بگیرن. هر کی کشتی رو برد و رقیبی نداشت دختر مال اویه. حالا آقای مهندس تقی که یکی از دوستای ولی خان هستن به طلب شدن که با گلی دختر مشتی محمود عروسی بکنن. چون خواستگارهای دیگه ای هم هست حالا طبق رسوم دی ما هر دو با هم کشتی میگیرن. یا ببین جلو. من میترسم. گلی داره نگات میکنه. نترس. خب بیا اینجلا دستاتون رو بگیرین رو چوب. یالا ببینم. یک دو سه شروع بکنید. برو ببینم چیکار. جونم خیلی خوشم اومد باری کلا. بابا ای بالا خیلی شیرین کاشتی. اما صدا در نیاد که الان گندش در میاد. چرا اومد چی شده؟ آخه هیچ کس نمیدونه تو زن داری. اگه بدونن تیکه تیکت میکنن. آره چیکار کنیم؟ راست میگم من میگم دوست واقعی
همه کارا رو درست کردم. را بیفتا بهت بگم. او نه تو نباشی. آخه واسه چی؟ این هم البته باید با رضای خاطر طرفین انجام شود. تمام این صحبت ها شده. بالاخره به خرجشون نمیره. هیچ چاره ای نیست جز این که از هم جدا بشن. وظیفه ما نصیحت کردنه. حالا خواهش میکنم شما کارا رو آماده کنین تا اونا بیان. بسیار خوب. بیتو بچه بیتو مثل بچه آدم بجو بایستا. بیرم اینجا کجا؟ اینجا خونه منه. دیدی دروغ نمیگم، همه کارا رو واسه درست کردم. آره همه تون دروغ میگی، همه تون بی صفتی. منه؟ بله تو هم مثل همه. این ناراحتی میخوای گلی رو واسه رفیقم بگیری؟ چی مگه میشه؟ بگه دلم ازش میزوز آخه. بشین پسرم. خب بفرمی چی کار باید بکنه؟ حاضری بانو ژاله زن عرضی خود را متعلق نمایی؟ نمیدونم. جومه چر گلی منتظره؟ گلی؟ آره حاضرم. خانم شما هم با میل خود طلاق میخواهید؟ بله. پس اینجا رو امضا کنید، انگشتتونو بده. نمیدونم چطور از تو ممنون باشی. از من؟ از آقا ممنون باشی؟ چرا از من؟ از گلی باید ممنون باشه. حالا نوبت منه یک پدری ازش در بیارم که خودش هست. تمام شد. گلی جون خوشت اومد. گلی یا رو چجوری کبون نمیشده می کجا حالا مونده؟ دیگه چی مونده؟ صبر کن، حالا تو باید بریم اصلا تا دامادی تو اعلان کنم. آره رفت. حالا همه اتون دیدین که آقای مهندس تقی رقیب خودشو زمین زد. آره رفت. حالا گلی مال اویه، میتونه باش عروسی بکنه. اما تو کف بزنی. آره ری کف بزنی باست من کف بزنی. رفت کنید من موندم. بیا منو تو دیگه چی؟ بای جازه اینا هم بهتون بگم، اندور هر کدومتون زمین بخورین اون لباس شیطونی رو تنش بکنین، مگه این که عروسونو ببخشه. بیا میدون. نگفتم همه چیزش کلکه؟ اگه من جای تو بودم لش میکردم باز تو گولش خودی. یا الله باره جای من تلکم باره جلا کنم. من حواته دارم اینجا هم بیش میبامونم. بیا چنان نرشیدم با تو هم مثل اونا حالا کشتی میگیرم. به خیالت چه میترسم من از اون هیکل تو، میگیرم وقتی جلوب نر اومدی با کل تو. به بیا مردی بیا نومزده ها جت ببینه که چه ها داشت رجب از کشتی این تا میبینه. به خیالت علکید عشق من راست رسکید، دختر مال منه جز به اموال منه. خیلی قم بود اومدی که بی ترمز اومدی، حالا حالیت میکنم یهو خالیت میکنم. میدونم با سجا چوفت باسه رو پنده یه چاد، چجوری هیکل خیگت رو بمارم روی خاک. تا تو فکر زن من راز سرت خالی کنی، با رفیقت بروی شهر تو هم مالی کنی. حالا سال فکر میکنم همه جا حوت میکنم، تا دیگر بات نکنی داد و فریاد نکنی. Thank you.
دیگه من خر نمیشم، خر و من تر نمیشم، دیگه من زن نمیخوام، خب بخوای من نمیخوام، پاشه یار یار منه، دیگه دلدار منه، تو بخوای من نمیدم، به تو من زن نمیدم، پاشه یار یار منه، دیگه دلدار منه، تو بخوای من نمیدم، به تو من زن نمیدم. خب چه خدا با اجازه شما؟ اجازه امام دست شماه. یلا بچه ها برای شید ببینم رجا پاشو ببینم خب انشالله به سلامتی و مبارکی. خب شما همه تون به آرزوهای خودتون رسیدین، ایشالله که همه تون به پای همدیگه پیر بشین، به شرط اینکه هر سه عروس خانوم رفیق ما رو ببخشه. من بخشیدم، ما هم بخشیدیم، من هم بخشیدم تو. اگرم دلتون خواست میتونید شما همینجا بمونید و پیش آقای مهندس کار بکنید. اگه اینجا بمونید کار کنید منم قول میدم برای هر دوتون زن بگیرم. موافقی؟ موافقی؟ Yeah.